سلام دوستان، به برنامه آموزشی Other Types of Plots خوش آمدید. در پایان این برنامه می توانید Scatter Plot را ایجاد کنید، Log-Log Plots را ایجاد کنید. برای ضبط این برنامه من از سیستم عامل Ubuntu Linux 14.04، Python 3.4.3، IPython 5.1.0 استفاده می کنم. برای این برنامه باید بدانید که چگونه Python Commands ز پایه را در IPython Console به خود ران کنید، دیتا را از فایلز بگیرید و Plot دیتا. اگر نه برای Python Tutorials مربوطه لطفاً به این وبسایت مراجعه کنید. ابتدا ترمینال را با فشار دادن همزمان کلیدهای Ctrl Alt T باز می کنید. IPython 3 را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. PyLab پکیج را شروع می کنید. % PyLab را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. در Scatter Plot داده ها به صورت مجموعه ای از نقاط نمایش داده می شوند. هر نقطه جای خود را روی محور X و Y تعیین می کند. یک Scatter Plot که درصد سود کمپانی A را از سال 2000 تا 2010 نشان می‌دهد رد می‌کنیم. داده‌ها برای این در file company-a-data.txt در دسترس می‌باشند. فایل company-a-data.txt در لینک کد فایل از این برنامه را دانلود و استفاده کنید. محتویات فایل company-a-data.txt را می‌بینیم. company-a-data.txt را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. فایل دیتا شامل دو ستون با مجموعه ای از مقادیر در هر ستون می باشد. ستون اول نشان دهنده سال است و ستون دوم نشان دهنده درصد سود می باشد. برای ایجاد scatter plot ابتدا باید داده ها را از فایل با استفاده از load.txt کامند بارگیری کنیم. پس year, profit equal to load.txt بین پرانتزیس بین single quotes company-a-data.txt بعد از single quotes, unpack equal to true را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. unpack equal to true که transpose array از دیتا را می دهد. Scatter function برای ایجاد کردن scatter graph استفاده می شود. Syntax scatter بین پرانتزیس x, y. x دنباله ای از داده هاست. y دنباله ای از داده هایی که دارای همان طول x می باشند. از scatter function برای plot scatter graph برای داده های ذخیره شده در year و profit استفاده می کنیم. پس scatter بین پرانتزیس year, profit را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. توجه کنید که ما دو arguments را به scatter function پاس می کنیم. اولین مقدار در مختصات x است که year است. دوم مقدار در مختصات y که profit percentages می باشد. ویدیو رو متوقف کنید و تمرین های زیر را انجام دهید و به ویدیو برگردید. مستند scatter را بخوانید. نمودار scatter از همان داده ها در company-a-data.txt را با red diamond markers plot کنید. راه حل برای این تمرین. plot ویندو را با تایپ کردن clf parentheses واضح کنید و انتر را فشار دهید. حالا scatter بین پرانتزیس year, profit, color مساوی بین single quotes r, marker مساوی بین single quotes d را تایپ کنید و انتر را فشار دهید و scatter plot را به دست می آوریم. حالا یک نوع دیگر نمودار را می بینیم. یک log-log plot یک نمودار دو بعدی از داده های عددی است. و از logarithmic scales
در هر دو اکسس استفاده می کند. نمودار به صورت خط مستقیم به دلیل مقیاس غیر خطی ظاهر می شود. سنتکس log log بین پرانتزیس x, y. x دنباله ای از داده ها، y دنباله ای از داده ها که همان طول x را دارند می باشد. log log chart برای y مساوی 5 times x cube برای x از 1 تا 20 را رسم کنید. قبل از رسم اجازه دهید نقاط مورد نیاز برای آن را محاسبه کنید. x مساوی linear space بین پرانتزیس 1, 20, 100 را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. سپس y equal to 5 into x raised to 3 را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. دات ویندو را با تایپ کردن CLS پرانتزیس واضح کنید و انتر را فشار دهید. log log بین پرانتزیس x, y را تایپ کنید و انتر را فشار دهید. نمودار مورد نظر را می‌بینید. به پایان این برنامه می‌رسیم. در این برنامه یاد گرفتیم که scatter plot را با استفاده از scatter function رسم کنیم، log log graph را با استفاده از log log function رسم کنیم. و تمرین برای شما. scatter بین پرانتزیس x, y, color مساوی بین single quotes blue, marker مساوی بین سینگل کوتس D و plot بین پرانتزیس x, y, color مساوی بین سینگل کوتس B, marker مساوی بین سینگل کوتس D. آیا کاملا مثل هم هستند، درست یا اشتباه؟ و جواب false است. هر دو تابع یک نوع نمودار را ایجاد نمی کنند. لطفاً سوالات کلی خود در مورد پایتون را به این انجمن پست کنید. تیم فارسی پروژه TBC را مدیریت می کند. بودجه پروژه Spoken Tutorial توسط NMEICT-MHRD دولت هند تامین می شود. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال از IIT بامبی. با تشکر از شما.